امروز هم در شهرهای مرزی بانه و پیرانشهر در غرب و شمال غربی ایران اعتصاب در اعتراض به بسته شدن مرزها ادامه داشت. همزمان نماینده‌های کرد در مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد وضعیت جاری و خواهان باز شدن گذرگاه‌های مرزی شدند. علی جوانمردی گزارش می‌دهد. امروز یک شنبه اعتصاب در بانه استان کردستان و پیرانشهر استان آذربایجان غربی کماکان ادامه داشت و همچنین گروه‌های از کارگران معترض در ارومیه مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند و سفره خالی پهن کردند به نشانه اعتراض به وضعیت موجود. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی و گروهی دیگر از نماینده‌های عمدتاً کرد مجلس امروز نامه‌ای را خطاب به حسن روحانی منتشر کردند. در این نامه حسن روحانی به بیمهری نسبت به مناطق مرزنشین متهم شده و گفته شده با ادامه این وضعیت دیوار اعتماد بین مردم با دولت فرو می‌ریزد و نیز هشدار جدی دادند به آقای روحانی نسبت به وضعیت موجود و خواستار برقراری مجدد مبادلات مرزی یعنی گشودن معبرهای مرزی شدند. ولی در مقابل شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته در تجمعات اخیر بانه این مردم و کولبران شرکت نداشتند و یک عده تاجر و مغازه‌دار پشت این قضیه بودند و گفته که ادعا شده که قرار امتیازاتی که دولت به مردم میده به جیب مردم بره، یعنی به روایتی وضعیت بهتر میشه به گفته آقای شهریار حیدری. این در حالی است که طبق ویدیوهایی که به صدای آمریکا فرستاده شده و بقیه رسانه‌ها هم البته منتشر کردن، اعتصاب گسترش پیدا کرده در 7 شهر مرزی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی انجام شده. اعتراضات و تجمع‌هایی هم انجام شده و به گفته فعالان مدنی و شاهدان عینی در واقع این اکثر کسبه و بازاریان بودند که در اعتصاب شرکت کردند و نه تاجرها، یعنی آن چیزی که مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفته. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.